درود و آفرین و سپاس بیکران از برگزار کنندگان این همایش و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه استادان و دانشفرانی که در این میزه گرد فرهنگی هم‌حضور شدند و نیز همیهنان بسیار ارجمندی که از این همایش بهره میبرند و همچنین درود و آفرین به همه زنان و مردان آزادی که همکنون در خیابان‌های میهن برای میهن اهورایی خود می‌رزمند. من پیشاپیش از اینکه صدای من گرفته است پوزش خواهی می‌کنم، بلکه نزدیک ساعت 4 بامداد هست. من دیشب هم تا همین زمان بیدار نشستم تا از سرریز دانش همیهنانم بهره مند بشوم. اندکی خسته هستم و صدای من گرفته است. امیدوارم که پوزش من رو بپذیرید. پیش از پرداختن به آسیب‌ها و زیان‌های تاوان ناپذیری که تازیان بر پیکر ایران و ایرانی زدند، شایان یادآوری است که آن زشتکاری‌ها را به هیچ روی نباید پای عرب تباران یا عرب زبانان بگذاریم. پیش از آن که خاک خوب ایران با خون فرزندان میهن رنگین شود و پیش از آن که با خون نیاکان ما آسیاب ها به راه بیندازند، در خود حجاز با سرهای بریده عرب ها پایه های دیگ ساختند. به فرمان ابوبکر و علی و عمر و خالد بن ولید و دیگر سمدرداران این آیین بیابانی، بسیاری از عرب ها را کشتند و زنده زنده با آتش افکندند. کسانی که در یورش ناجوان مردانی رسول و یارانش در کنار چاهای بدر خونشان بر زمین ریخته شد، عرب بودند. کسانی که در جنگ‌های احد، بنی نظیر، خندق و غزوه‌های بنو قریظه، بنی مستلق، خیبر، حنین، طائف، تبوک و در ده‌ها غزوه و غارت دیگر کشته شدند، همگی عرب بودند. زشتکاری های الله و رسول و پیروان خرد ستیزشان را نباید پای مردم عرب نوشت. باز به یاد داشته باشیم که بهرام پنجم یا بهرام گور، 15 شاهنشاه ایران و انیران از خاندان ساسانی، در میان لخمی های عرب تبار پرورش یافت و بالید و به شهریاری رسید. آسیب‌ها و زخم‌های تاوان ناپذیری که الله و رسول بر پیکر ایران و ایرانی زدند را در چند کرانه میتوان بررسید. نخست زبان. دوست ارجمندم دکتر اردشیر انوشیروانی درباره هنر گفتم و من می‌خواهم درباره زبان بگویم. در پی یورش تازیان و چیرگی اسلام بر ایران، انبوهی از واژه‌های درشتناک عربی به زبان پارسی در آمدند و بر جای واژه‌های خوشاهنگ پارسی نشستند. بدا که بیشینی ایرانیان نه تنها در برابر این یورش خانمانسوز پایداری نکردند، بلکه با بی‌انگاری‌های زیانبار خود بر این آشفتگی افسودند و هنوز هم بی کمترین پروا چنین می کنند. این جستار بسیار فراخدامنی است که بر رسیدن زیانها و چگونگی پایداری در برابر آن به یک میزگرد جداگانه نیاز دارد. دانشگاه جهانی کوروش بزرگ به زودی میزگردی در این زمینه برگزار خواهد کرد. با پوزش. دوم، هستی شناسی و جهانبینی ایرانی. در هستی شناسی ایرانی، آدمی دستیار خدا در کار آفرینش و نوسازی جهان بود. در پی گسترش اسلام در ایران، آدمی از آن پایگاه والایی که داشت تا پسترین جایگاه بندگی و بردگی فرو کشیده شد و سرانجام به ولایت فقیه که شرم‌آورترین پدیده در کارنامه شهریگری است تن داد. در بخش یکم از فرگرد دوم وندیداد که بخش بسیار ارزشمندی
از گرامینامه اوستاست. آشوزرتشت ورجاوند از اهورامزدا میپرسد: ای دادار جهان استومند، پیش از من که زرتشتم با کدام یک از مردمان هم پرسگی کردی و چه کسی را بدین گزاری برگزیدی؟ اهورامزدا در پاسخ میگوید: ای زرتشت، پیش از تو من با جمشید هورچهر هم پرسگی کردم. من دین مزدایی را به او فراز نمودم و از او خواستم که دین گذار من باشد، ولی جم هورچهر مرا پاسخ داد که من زاده نشده ام تا دین بردار تو باشم. من برای شهریاری ساخته شدم، نه دین گذاری. همیهنانم، ببینید، در هستی شناسی ایرانی آدمی میتواند به خدا بگوید نه، فرمانت را نمیپذیرم، چون با خرد و منش و سرشت من سازگار نیست، نمیپذیرم. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که اهورامزدا بر جمشید خشم نمیگیرد، مانند دیو خشم خونین درفش طوفان به پا نمی کند. تگرگ آتشین از آسمان بر سر جمشید و مردمان او نمی باراند. مانند الله بیابانگرد بی فرهنگ بلا در پی بلا به جان جمشید و مردمانش نمی ریزد. بلکه می گوید: بسیار خوب جمشید، پس بیا جهان مرا ببالان، بیا جهان مرا بگسترم. و جمشید میگوید: آری، این کار من است. در دنباله داستان جمشید در وندیداد فراز دیگری آمده است که به آسانی میتوان آن را بنمایه و سنگ پایه دموکراسی پارلمانی شد. میگوید: اهورامزدا بر کرانه رود دائیتیای نیک در ایران ویژ نامی با ایزدان انجمنی فراز برد. ببینید، خدای ایرانی و این شاهکار اندیشه ایرانی است که خدای ایرانی قادر متعال نیست. خدای ایرانی به من انسان همان اندازه نیازمند است که من به او. خدا اهورامزدا با انجمنی از ایزدان در کنار رود دائیتیای نیک به همپرسگی نشست، با مردمان، با ما. و جمشید خوبرمه بر کرانه رود دائیتیای نیک در ایران ویش با برترین مردمان انجمنی فراز برد. این دو انجمن مردمان و ایزدان، ببینید، آدمی و خدا، در کنار رود دائیتیای نیک که آن را همان آمودریا شناختند، با یکدیگر به هم پرسگی می نشینند، با هم مشاوره می کنند، رایزنی می کنند تا در برابر پتیارگی های اهریمن که همان یخبندان بزرگ بود چاره اندیشی کنند. چه کنیم؟ طوفانی بزرگ در راه است. چه کنیم؟ خدا و آدمی با هم به هم پرسگی می نشینند. خدا همراه با ایزدان و جمشید هورمشهر همراه با بهین مردمان خود. این کنکارشتان بزرگ، ببخشید من به راستی خسته هستم، که دادار آفریدگار به همراه همه ایزدان مینوی از یک سو و جمشید هورمشهر، خورشیدچهر، به همراه بزرگان و به این مردمان خردمند از سوی دیگر در آن گرد هم نشستند، با شکوه ترین نمایش دموکراسی پارلمانی در فرهنگ ایران شهری است که شوربختانه از دید فرهیختگان و روشنفکران و سیاست پیشگان ما دور مانده است. این سیاستکاران ما به جای اینکه این همه دفترهای مردم باختر زمین را بخوانند، خوب است که سری هم به بنمایه های ایرانی بزنند. سوم، پایگاه زن در هستی شناسی ایرانی و فرهنگ ایران شهری. در هستی شناسی ایرانی زن
ساخته شده از دنده مرد نبود، آنگونه که در دینهای ابراهیمی به ویژه در اسلام آمده است. زن نازنین باشنده ای بود، افزونگر، زندگی بخش، شادی آفرین و آرمان شهر والای هر مرد. از این رو بود که او را زن همریشه با زندگی و بانو به چم فروغ و روشنایی نام دادند. با نگاهی به شاهنامه به روشنی میتوان ارج بانو را در بینش و هستی شناسی ایرانی شناخت. بر جای نام تو بانو بود، پدر پیش تختت به زانو بود. سر بانوانی و زیبای تاج، فروزنده یاره و تخت آج. ببوسید پیشش زمین پهلوان، بدو گفت که مهتر بانوان. زمین از تو گردد بهاران بهشت، سپهر از تو راند همی خوب و زشت. بنگرید پایگاه زن را از دیدگاه پهلوانان ایرانی. زنان نامداری مانند سیندخت، آن نازنین بانوی خردمند که اگر نبود سام نریمان و مهراب کابلی خاک دو سرزمین ایران و کابل را با خون مردمان آغشته می‌کردند. رودابه خوبچهر، آن سرچشمه جوشان عشق که اگرچه خود از تخمه ضحاک بود ولی رستم را برای ما زایید، برای ایران زایید. همای، نخستین زنی که در تاریخ جهان تاج پادشاهی بر سر نهاد. همای آمد و تاج بر سر نهاد، یکی راه و آیین دیگر نهاد. سپه را همه سر به سر بار داد، در گنج بکشاد و دینار داد. به رأی و به داد از پدر که پادشاه بود درگذشت، همه گیتی از دادش آباد گشت. گرد آفرید پهلوان دختری که در نبرد با سهراب شگفتی آفرید. زنی بود به کردار گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. که جا نام او بود گرد آفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید. و گردیه پهلوان بانوی ایرانی که پهلوانان و سران سپاه ایران به او میگویند، نجم باندت کوه آهن زجا، یلان را به مردی تو ای رهنما. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر. همه که ترانی مفرمان تو راست، بر این آرزو رای و پیمان تو راست. این جایگاه والای زن در فرهنگ ایران شهری را با سخنان علی امام یکم شیعیان در خطبه 80 نهج البلاغه به سنجه بگذارید. آنجا که میگوید ای مردم، این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. نقصان عقلشان از این است که شهادت دو زن برابر یک مرد است. حالا چون الله چنین گفته است، پس دانسته شد که زنان ناقص العقلند. و نقصان بختشان در این است که زنان نیمی از مردان ارث میبرند. و نقصان ایمانشان در بازنشستگی ایشان از نماز و روزه در روزه های حیزشان میباشد. بنابراین بکوشید از زنان بپرهیزید. نگاه کنید این زشتی، این خوی اهریمنی در این پتیاره را. بنابراین بکوشید از زنان بپرهیزید و از خوبان آنها نیز برحذر باشید. و اگر شما را به کار نیکی هم فرا بخوانند، از آنان اطاعت مکنید تا مبادا طمع ورزیده و به کارهای زشت وادارتان کنند. انگاری که اهریمن است که سخن میگوید، نه آدمی، نه یک مرد فرهیخته، نه یک مرد بالا بلند پهلوان منش. یک اهریمن، تنها یک اهریمن میتواند
چنین بیاندیشد و چنین بگوید. در گستری چنین جهان بینی است که ملا صدرای شیرازی زن را تا پایگاه حیوانات زبان بسته فرو میکشد و مینویسد از عنایات الهی در خلقت زمین تولد حیوانات مختلف است که بعضی برای خوردنند، بعضی برای سوار شدن و بعضی برای بار کشیدن، بعضی برای تجمل، بعضی از حیوانات برای نکاح، برای تنامیزی. واژه نکاح رو بنگرید در لغتنامه ده خدا یا دیگر واژه نامه های کلان تا بدانید که بر سر ایران ایرانی چه آمد. زن ایرانی در ردیف حیوانات برای نکاح. حاج ملا هادی سبزواری این یاوه دلاشوب ملا صدرا را پی میگیرد و مینویسد این که زنان را در ردیف حیوانات شمرده اند ایماء لطیفی است، زیرا زنان به دلیل ضعف عقل و ادراک جزئیات و گرایش به زیورهای دنیوی حقاً و عدلاً در حکم حیوانات زبان بستند و اغلبشان سیرت چهار پایان دارند، ولی الله تعالی با آنان صورت انسان داده است تا مردان از تنامیزی با آنها متنفر نشوند و در همخوابگی با آنها رغبت ببرند. خب این دنباری همه سخنان علی است و سخنان علی دنباری سخنان محمد در نهج الفصاحه و همون سخنان الله پتیاره، الله اهریمن سرشت. امام محمد غزالی در نصیحت الملوک می نویسد چون حوا در بهشت نافرمانی کرد. اینها رو می گویم همیهنانم تا بدانیم که بر ما چه گذشت، بر زن و مرد ایرانی، بر مادران ما و بر پدران ما چه گذشت و امروز بر خود ما چه می گذرد. چون حوا در بهشت نافرمانی کرد و از آن درخت گندم خورد، حق تعالی زنان را 18 چیز عقوبت فرمود کردن. پس از برشمردن آن 18 عقوبت میگوید بدان که جملگی خوی زنان بر 10 گونه است. خوی هر یک به صفت چیزی از حیوانات ماننده است. زنان را 10 گونه بخشمندی می کند. سرشت زنان را. یکی چون خوک، گروهی از زنان. دوم چون بوزینه. دیگر چون سگ. چهارم چون مار. پنجم چون الاغ. ششم چون کژدم. هفتم چون موش. هشتم چون کبوتر. نهم چون روباه. دهم چون گوسپند. این آن بلای بزرگی بود که اسلام بر میهن ما آورد. کرانه چهارم گرامی داشت جان در فرهنگ ایران. در ایران پیش از اسلام جان ورجاوند، سپنتا، مقدس شمرده می شود. نمونه ها به اندازی فراوانند که هرگز در این زمان کوتاه نمی کنجد. به چند نمونه کوتاه بسنده می کنند. سعدی می گوید چه خوش گفت فردوسی پاک ذات که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری. این سخن از زبان ایرج گفته می شود به تور در شاهنامه. میازار موری که دانه کش است. مور را نباید آزرد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. ببخشید میبایست میگفتم ز یک پیکرند، باز هم همون خستگیست. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، خامنه ای نشاید که نامت نهند آدمی.
ابوالحسن خرقانی بر سردر خانگاه خود نوشته بود هر که در این سرا آیت نانش دهید و از ایمانش بپرسید، چه آن را که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. کسی که خداوند جان و خرد به او جان داده است، من که باشم که به او نان ندهم. این گونه سخنان که در ستایش جان از حامی بزرگان ایران تراویدند، کمترین پیوندی با اسلام و مسلمانی ندارد، اگرچه برخی از گویندگان آن گویندگان پس از چیرگی اسلامند. ولی اندیشه و این سخنان همگی برآمده از همان اندیشه جهان خدایی یا همه خدایی در هستی شناسی نیاکان فرمند پیش از اسلام ماست. به چند نمونه در این زمینه بسنده می کنم. در اساطیر ایران می خوانیم هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود. ای کاش زمان می داشتیم دانه به دانه این واژه ها رو باز می کردیم که یعنی چه هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود. پس از آفرینش خدای و سود خواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش و افزونگر و نگران همه شد. خدا آشکار شد. ببینید همیهنانم، خدا آشکار شد پس از آفرینش. یعنی چه؟ یعنی آن کوه خداست، آن دریا خداست، آن خورشید خداست، من خدایم و تو نیز خدایی. نخستین آفرینشی را که خودی بخشید نیکوروشی بود، نه پستی و فرومایگی اسلامی. نیکوروشی بود آن مینو که چون آفرینش را اندیشید بدان تن خیش را نیکو بکرد. تن خیش، خدا تن داره، گیتی پیکر خداست. از اینجاست که جان مقدس می شود. چرا؟ چون برآمده از خوشه جان هاست، زیرا خدایی او از آفرینش بود. در این هستی شناسی چنانچه دیدیم هر تکه از هستی پدید آمده از تن خود هستی بخش است. تن خدا، تکه تکه های تن خدا، اندام های زیبای تن خوشبوی خدا، جهان، گیتی، من، تو، همون کسانی که امروز در خیابان‌های تهران فریاد می‌کشند خامنه‌ای ننگت با. اینها همه اندام‌های زیبای خدایند، خدایند. من نمی‌گویم، اساطیر ایران می‌گویند، فرهنگ ایران می‌گوید. باز می‌گوید هرمزد از آن خودی خیش، از خیشتن خود، از روشنایی مادی تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. به تن آتش روشن، سپید، گرد، از دور پیدا. خدا پیداست. باز میگوید هرمزد هر دوست، نخست مینو، سپس مادی. هر مادی که میبینید خداست. باز میگوید هرمزد را در آفرینش مادری و پدری آفریدگان است، زیرا هنگامی که آفریدگان را به مینوی پرورد آن مادری بود. پس وارون مسیحیت خدا تنها پدر آسمان نیست، مادر هم هست، هم پدر است، هم مادر است، آسمانی هم نیست، زمینی است. و هنگامی که ایشان را به صورت مادی آفرید آن پدری بود. پس در این هستی شناسی آدمی تکه‌ای از تن خداست. جان هم برآمده از خوشه جان هاست که باز خود خداست. ولی در اسلام آنچه که هیچ بها ندارد جان است. اگر الله گفت پسرت را برای من بکش، باید بکشی. اگر گفت برادرت را برای من بکش، باید بکشی. اگر گفت همسایه‌ات را برای من بکش، باید بکشی. اگر گفت برای خوشایند من
باید زمین را به خون دیگر اندیشان رنگین کنی، باید رنگین کنی. در اسلام، در این آیین اهریمنی، راه بهشت از دریای خون می گذرد. قاتلوهم فی سبیل الله، اقتلوهم حتی لا تکون فتنه، وگرنه آتش خشم الله دامنتان را خواهد گرفت. در هستی شناسی ایرانی، خشم و کینه کار دیو خشم خونین درفش است، نه کار اهورامزدا. اللهی که تازیان به ایران آوردند و بر جای مزدا اهورای خوشبوی ایران گذاشتند، مکار و جبار و منتقم و زو منتقم و مزل و قاسم الجبارین بود. ولی اهورامزدای ایران خوشبو، خوشندیش، نیکو، زیبا بود. این چند کرانه بود از آسیب جبران ناپذیری که بازنهش نمیپذیرد. نمیتوانیم آنها را بازنهش کنیم مگر در یک چرخه بسیار دراز که اسلام بر ما فرود آورد. با سپاس بیکران از اینکه این زمان به من داده شد و با یک بار دیگر پوزش میخواهم از شما که با خستگی بسیار سخن را آنگونه که میبایست نتوانستم بیارایم. با امید پیروزی مردم ایران بر نیروهای اهریمنی، روز روزگار بر شما خوش.